به نام خدا. به سرنوشت بودن کرسی ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات یک چالش فراراه برگزاری انتخابات در کشور گفته شده. پس از رد شدن فهرست سه نفری که بر ریاست جمهوری سوی کمیسیون فرستاده شده بود، کمیسیون حالا فهرست تازه را بر ریاست جمهوری فرستاده تا رئیس دبیرخانه نهاد انتخاب و معرفی شود، اما تا هنوز در این زمینه تصمیم گرفته نشده است. در سوی دیگر کمیسیون قرار است 6 تن دیگر را همچون مشاوران فنی انتخابات ریاست جمهوری استخدام کند تا در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کنند. که انتخابات و چگونگی کارکرد آنها نیز نگرانی های طرف های انتخابات را از همین اکنون برانگیخته است. موضوع دیگر باز نشدن دفتر صاحبی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی است که تا حال اقدام برای حل این مشکل نشده است. اما چه زمان رئیس دبیرخانه کمیسیون معرفی خواهد شد؟ آیا باز نبودن دفتر صاحبی انتخابات در ولایت غزنی سرتاسری بودن انتخابات را زیر پرسش نخواهد برد و هم همکاری بین کمیسیون و حکومت چگونه است؟ سلام بر شما، من مسعود ملک هستم با برنامه انتخابات 97 امشب از تورو نیوز. سلام دوباره بر شما. و در مورد انتخابات و روند انتخابات و کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات و چالش ها در این زمینه و همچنان مشکلاتی که در خود کمیسیون موجود است و همچنان مشکلاتی که در بخش های دیگه از طرف هایی که در این روند با کمیسیون همکار هستند به وجود آمده، در برنامه امشب در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما حالا همکارم فواد اکبرزایی در استودیوس و مرور داره بر روزنامه های کابل در مورد انتخابات. فواد سلام، ډېره مننه مسعود، تا ته سلام ټولو لیدونکو ته. بېلابېل اړخونه دي د ټاکنو په اړه کوم مطالب چې په ورځپاڼو کې نن خپاره شوي دي. د ولسي جرګې د غړو اندېښنې هم دي او پر حکومت هم ځینې انتقادونه شته چې ګواکې په یو ډول د ټاکنو بهیر غواړي وځنډوي. په دې اړه مطالب شته دی درنو لیدونکو. د شته څو ورځپاڼو نه به یې راپیل کړم. شته څو ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې نمایندګان مجلس میګوید انتخابات نباید تحت تأثیر روند صلح قرار گیرد. رسانه ها اخیرا از قول یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دادند که انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها از اولویت برنامه حکومت وحدت ملی بیرون شده است و حکومت بیشتر روی روند صلح تمرکز دارد. به دنبال این نگرانی کمیسیون انتخابات شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز در نشست عمومی روز شنبه یعنی دیروز با انتقام از کمکاری حکومت و استقلال نداشتن کمیسیون انتخابات ادعا کردند که حکومت تصمیم ندارد انتخابات به موقع را برگزار کند و خود را مصروف پروسه صلح با طالبان کرده است. شکیبا هاشمی عضو مجلس نمایندگان گفته است که کمیسیون انتخابات خود مدعی است که حکومت علاقمندی برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده را ندارد. غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک در مجلس نیز حکومت را با کمکاری برای برگزاری انتخابات به موقع متهم می کند. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات به موقع است. در هشت صبح ورځپاڼه د نننۍ ګڼې مطلب و چې تاسو می ولوست. بله ورځپاڼه د سرخط ده چې خپله نننۍ ګڼه کې مطلب خپور کړی د ټاکنو په اړه لیکلي دي چې د ننګرهار 15 ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته ښځو ځانونه نه دي نوماند کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د دیرشو میرمنو په ګډون 700 تنو ځانونه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره نوماند کړي دي چې په 15 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره هیڅ ښځینه کاندیده نشته دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون البته په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ذبیح الله وګړي ویلي دي چې د دې ولایت څخه د 13 میرمنو په ګډون 141 کسانو ولسي جرګې ته او د 12 میرمنو په ګډون 1555 تنو ولسوالیو شوراګانو لپاره ځانونه نوماند کړي دي چې د نوملیکنې پروسه هم په ښه ډول په دې ولایت کې روانه ده. یعنی دریم پړاو بله ورځپاڼه د ویسا ده. هغه ورځپاڼې هم په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې حکومت غواړي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات تر نامعلومې نېټې وځنډوي. همداشان نورو ورځپاڼو هم په دې اړه مطالب لیکلي دي. د مردم په نوم ونیزې لیکلي چې انتخابات فرصت یا تهدید.
نو درنو لیدونکو اوس پم لار شو پروان ته د پروان حال به مو پختو د سکایپ لارې سیمایز خبريال شیرشاه رسولي استودیو ته وصل خره خلاص خغله رسولي راته وایي چې په پروان کې په ټوله کې د ټاکنو بهیر څنګه روان دی او مشخصا د نوملیکن یا د سپتنام دریمه مرحله چې د ولسوالۍ په کلیو لره پروتو سیمو کې روان ده، په پروان کې دا وضعیت څنګه دی؟ سلام بر شما و به همه بیننده های طلوع نیوز. البته در حالی که کمتر از 11 روز تا آخرین مرحله ثبت نام های رای دهندگان در کشور باقی مانده است، تا کنون 171 هزار تن برای اشتراک در انتخابات های پیشرو البته ثبت نام کردند که از این میان بیش از 50 هزارش از زنان تشکیل می دهد و همچنان نزدیک به 400 تنش کوچیا. و حالا که این روند در روستاها جریان داره، روزانه بیش از هزار نفر خودشان را میرن برای اشتراک در انتخابات شوراهای ولسوالی ها و مجلس نمایندگان ثبت نام میکنن و به همین قسم شمار کسایی که خود را نامزد کردین برای راه یافتن به مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها سی نفر در مجلس نمایندگان هستند که البته بعضی سی نفر ده نفرش خانما تشکیل میدهد و همچنان از 250 نفر خودشان را برای راه یافتن به شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کردین که از این میان 15 نفر شب البته زنان تشکیل میدهد. یک نگرانی جدی که در ولایت پروان وجود داره، شمار خانم هایی که برای نامزد شدن در شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کردین خیلی کمرنگ است، یعنی خیلی اندک است. حتی در برخی از ولسوالی های ولایت پروان مثل ولسوالی شینواری هیچ کاندید یعنی اگه 15% چې د قانون لمخه د خوځو ونده ده اغه نه د پوره پډیر ولسوالیو کې د پروان بلې هم دسته. بله بله، همین قسم است. بازم اشاره میکنم حتی در برخی ولسوالی های پروان مثل ولسوالی شینواری حتی یک دختر خانم هم برای راه یافتن به شورای ولسوالی ثبت نام نکردند. بله، امنیتی وضعیت څنګه دی؟ د ټاکنو د بهیر پر وړاندې ننګونه شته په پروان کې، ځکه موږ یو دوه ورځې مخکې رپورټ درلود چې په شینوارو ولسوالۍ کې د نوملیکنې یو مرکز باندې برید شوی دی او ګمان کوم چې لږ تر لږه دوه تنه پولیسو پکې ژوند بایللی او نامنۍ یو خنډ دی په پروان کې د په ټوله کې د ټاکنو د بهیر پر وړاندې. در کنار تهدیدهای دیگر در برابر روند ثبت نامهای رای دهندگان در پروان، طالبان مسلح هم یک تهدید بزرگ هستند، چنانکه همین هفته پیش بود که بر یک از مراکز ثبت نامهای رای دهندگان در ولسوالی شینواری پروان حمله کردند، البته در منطقه درازگرد. پس از حمله از اینا دو پلیس ملی و همچنان یک فرماندهی پلیس محلی در این رویداد کشته شدند و پس از این مرکز بسته شد و همین قسم شمار مراکزی که بدلیل تهدیدهای امنیتی در ولسوالی های ناامن پروان بسته هستند حالا به 19 مرکز رسیده است. اما حالا که نزدیک به 11 روز تا پایان روند ثبت نام های رای دهندگان در کشور مانده است، این مراکز تا هنوز بسته ماندن که نگرانی هایی را در این قبال به دنبال داشتن. بله، رسولی صاحب، در پروان ولایت نفوس تا پام سره یا وای مغا کسان چه تاکنو تا د ثبت نام په شرایط برابر دی، یعنی واجد شرایط کسان اغوی تا پام سره فکر کوي چې تاسو یاد کړه شاوخوا 1,000 کسانو تر اوسه په پروان کې ټاکنو ته ځانونه نوماند کړي دي او به ثبت نام یې کړی دی، فکر کوي چې دا شمېره کافي ده؟ کلام ډیر خلک پاتې دي له ثبت نام. البته کمیسیون مستقل انتخابات میگه شمار کسایی را که ما پیش بینی کرده بودیم که ثبت نام کنند ما به او میگه دست یافتیم. البته اونا گفته بودند که نزدیک به 200 هزار نفر در اول اعلام کرده بودند که باید در این روند ثبت نام بکنند که حالا این به 170 هزار نفر رسیده. البته میگن تا 11 روز دیگر ما به این ارقامی که ما پیش بینی کرده بودیم دست میافتیم، اما نگرانی ها هنوز هم وجود داره به خاطر از اینکه هنوز هم بیباوری ها در برابر این روند در بخش های مختلف پروان وجود داره. شمار زیادی نرفتن به طرف ثبت نام که نام های خود را ثبت نام بکنند تا در انتخابات های پیش رو سهم داشته باشند. یعنی د بیباوری لکبل خلق تر اوسه ثبت نام نده کرده، په ځینو مناطقو کې د پکتیا کده نور عوامل شته دی، یعنی هلته د مراکزو نشتوالی همداشان د فاصلې زیاتوالی د هغو منطقو چې خلک پکې اوسیږي او د ټاکنو ته د ثبت نام د مرکزونو د فاصلې دغه ستونزه شته که نه؟ یوازې د بیباوری مثلا ده چې ځینې خلک اصلا نه غواړي په ټاکنو کې یا په انتخاباتو کې اشتراک وکړي.
یکی خو پیشتر هم اشاره کردم تهدیدهای امنیتی است که مانع به رفتن مردم به سوی ثبت نام شد و در کنار از این تقلب‌های گسترده‌ای که در انتخابات‌های گذشته صورت گرفته بود همین سبب شد که مردم حالا علاقه چندانی در پروان به خاطر اشتراک در انتخابات نداشته باشند اما با آن هم شمار کسایی که حالا به ثبت نام کردین تا در انتخابات های پیش رو البته رای بتن خیلی زیاد بلند است. یعنی کمیسیون دفتر ولایتی که کمیسیون مستقل انتخابات پروان میگه که 200 هزار نفر خیلی ارقام بیشتری است که ما به دست یافتیم. بله او دید لند را تو نمایندان و پاره وایست چه تر دیره د ټولنی یا د جامعې څه ډول خلکو ځانونه نوماند کړي دي مثلا طبعاً یو خو به اوسنیو استازو هم بیا ځلې ځانونه نوماند کړي ځکه موږ ریپورټ درلود چې په لوړه فیصدۍ خلک یعنې یوازې دوه درې فیصده یې نه نو ټولو تقریبا ځانونه نوماند کړي دي بیا ځلې په پروان کې تر ډیره کومو خلکو ځانونه کاندید کړي دي ولسي جرګې ته او ولسوالیو شوراګانو ته شمار کسایی که البته کاندید کرده بودند به شورای ولسوالی ها به 250 نفر می رسید که این خیلی یک رقم کم خلق دیوایم در طولن زوانان دی تر دیر بیشترشان کسایی که ثبت نام کردین در این البته در این دوره انتخابات بیشترشان جوانان هستند و همچنان کسایی هستند که اگر اینا راه پیدا بکنن بیشتر البته باورمندی به روند انتخابات در کشور بیشتر میشه یعنی بیشتر جوان ها هستن کسایی هستن که با علم و دانش هستن که از پروان خودشان را برای شورای ولسوالی ها و همچنان مجلس نمایندگان ثبت نام کردن دیرم من نه کور موادان پروان کی سیمه ایز خبریال شیرشاه رسولی او چې د پروان نورستی حال پاره ریپورت را کول البته دالته د ټاکنو د بهیر پر نو بل موضوعی کې شیرشاه بش پرداختمون بس حضور کمرنگ زنا یا بانوا در بلدها به ویژه در شورای ولسوالی است که در شبای گذشته هم در این زمینه ما شما صحبت های داشتیم میشه گفت که آیستا آیستا دیگه حضور کمرنگ خانمان در شورای ولسوالی تبدیل شده به یک چالش اگر این گونه پیش بره و خیلی کم باشه این رقم باید کمیسیون یک تجدید نظر بکنه و فکر برش بکنه که نقش خانم‌ها را بیشتر بسازه باز اگر این کارم نشه دیگه نهادهای ولایتی باید تصمیم بگیرن به ویژه ریاست امور زنا به همکاری دیگر نهادا که جای خالی زنا را پر بسازن که هم تمدیدی که یه وارد موده ورته تمدید کړه خو نور لار چارو من باید غور وشی چی خب سوال ما می است که چرا به علاقه است زنا این که نمیخواین خود را نامزد بسازن در شورای ولسوالی در حالی که کمیسیون بهشان فرصت هم مایا ساخت ولی بسیار نتیجه را که انتظار داشتن با خود نداشت و فواد سپاسگزاری میکنم از خودت گریم بخش با ما بودید سپاس بیندو عزیز ادامه انتخابات 97 تا رحصات بعد کمیسیون مستقل انتخابات 6 تن را برای سازماندهی آمادگی های انتخابات ریاست جمهوری استخدام خواهد کرد. این کمیسیون میگوید که این 6 تن زیر نظر یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و در چارچوب ریاست دبیرخانه این کمیسیون کار خواهند کرد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات از معرفی نشدن کسی برای ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از سوی ریاست جمهوری انتقاد میکند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید 6 تن همچون کارشناسان انتخابات از بهره آوردن سهولت ها در کار مدیریت انتخابات ریاست جمهوری برای یک سال استخدام خواهند شد. در همین حال شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با استخدام کارشناسان امور انتخاباتی ریاست جمهوری مخالف هستند و نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز از استخدام کارشناسان انتخاباتی نگران هستند. ترسی است که یک بار دیگر یک نهاد موازی ساخته نشه و دوباره اشخاصی را زیر نام مشاورین به کمیسیون انتخابات را نتن سوی تفاهم فکر میکنم که ایجاد نشه ای مثل یک مامورین است که می در چوکات دارالانشا کار میکنه نه به حیث یک کمیسیون دیگه در پالوی کمیسیون انتخابات پس از آنکه ریاست جمهوری دو هفته پیش فهرست نامهای 3 نفری کمیسیون مستقل انتخابات را برای ریاست دبیرخانه این کمیسیون رد کرد، کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامهای 13 تن دیگر را بر ریاست جمهوری فرستاد. با تصمیم حکومت ارتباط میگیره که چه وقت رهبری نظام تصمیم میگیره و با کمیسیون یکی از او را به حیث رئیس دانشگاه معرفی میکنه طبعا که خلای از او هست.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات رئیس دبیرخانه کمیسیون را رئیس اجرایی این نهاد می دانند و از ریاست جمهوری می خواهند بی ملاحظات سیاسی شخص شایسته ای را به این کرسی برگزینند. حکومت در صدد یافتن یک چهره بسیار موافق به سیاست های حکومت در این پست است، وگرنه انتخاب یک فردی که نیاز بود وقت تر از همه باید تعیین می شد اینقدر زمانگیر نمی شد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تا کنون بیش از 7,060,000 تن برای رای دهی در انتخابات های پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کردند. قرار است انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات شوراهای ولسوالی ها به روز 28 ماه میزان برگزار شوند. بندو عزیز، مهمانان من در این بحث آقای میرزا محمد اکبرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، آقای نوررحمان اخلاقی، عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی و آقای شاحوسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری هستند. مهمانان عزیز، در سلام بر شما سپاسگزاری میکنم از حضورتان در تولونیوز. آقای اکبرست، بحث با شما آغاز میکنم. آقای اکبرست، در نبود رئیس دبیرخانه کارهای کمیسیون چگونه پیش رفته؟ بین که در این زمینه بیشتر بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پلمری قدم کتاب است د میز ډیر درنه میلمنو ټولو د ټولو نیوز ټولو دونکو او دونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکات. تاسو ګورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقریبا تر وړکی اختر مخ کې ډیر ورځې مخ کې دیارلس کسان یو ځل او درې کسان بل ځل د ریاست جمهوری محترم مقام ته وړاندې کړي دي، ترڅو جاتماب محترم رئیس جمهور پر دې باندې او د حکومت رهبری پر دې تصمیم ونیسي او هغه کس چې د شایستګۍ په لحاظ د لیاقت او ظرفیت په لحاظ دې ته آماده یي چې د دارالانشا ریاست مخته بوزي هغه انتخاب کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یې ورمعرفي کړي. په دې اړخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل مسؤلیت په پوره ډاډ ترسره کړی دی او د قانون له مخې دا کار کړی دی. ستاسو د سوال مطابق چې آیا د دارالانشا رئیس په نه موجودیت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اجرایي برخه کارونه یې په څه ډول دي؟ پیلن زموږ د انتقالاتو برخه، زموږ عملیاتي برخه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټول اجرایي برخه چې په دغه نقطه او زمان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره مهم دي، په ډیره آسانه طریقه په ډیره ښه طریقه مخته ځي. وو دا منو چې د دارالانشا د رئیس په موجودیت کې کېدای شي دا کارونه نور هم سریسی او سرعت ترلاسه کی او دا کارون په شته کې مخکره. وختي کې این افراد معرفي کردین، آیا با ریاست جمهوری در تماس بودین به خاطر چگونگی انتخاب اینا که چه وخت انتخاب میشن و چه وخت معرفي خواهد شدن؟ تاسو پوهیږئ چې جلالتماب محترم ولسمشر رئیس اجرائیه دوی ډیر مصروف دي او د هیواد وسنۍ حالات تاسو پوهیږئ چې ډیر نازک دي او په دغه حالاتو کې دوی په ډیرو درندو مسؤلیتونو باندې د مسؤلیتونو سره دي. نو موږ هم دا درک کوو چې ریاست جمهوری د ډیرو مهم مسایلو سره مخامخ. انتخابات مهم نیست آقای اکبرست؟ ډیره مهمه پروسه. پس چرا توجه نمیشه؟ خو موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پر خپل وخت او زمان باندې د ریاست جمهوری د محترم مقام سره په دې ارتباط نیولی او هڅه یې کړې ده چې دغه پروسه ژر تر ژره تکمیل. یعنی شما کار خود را کردین و مسئولیت برمیگرده بر ریاست جمهوری. آقای مرتضایی، پاسخ شما چی؟ سلام بر شما، سپاس از دورتان. چرا توجه نشده بر معرفی رئیس دبیرخانه کمیسیون؟ بسیار تشکر از شما. با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون، مهمانان حاضر در برنامه. حکومت مسئولیت هایی که متوجهش است در بخش انتخابات او مسئولیت ها را در وقت و زمانش انجام داده. یک بخش عمده تامین منابع مالی است و بخش دیگر موضوع امنیت پروسه انتخابات هست. در بخش دارالانشا یک مرحله کمیسیون محترم انتخابات نام 3 نفر را فرستاده بود، ولی حکومت تقاضایشی بود که افراد بیشتری شامل لیست شود تا ما بتانیم از میان افراد متعدد یک فردی که واجد شرایط باشد او را انتخاب کنیم که به زودترین فرصت ممکن انتخاب خواهد شد. ولی آقای مرتضوی، نظر به قانون
چند نفر باید معرفی میشد در ریاست جمهوری یک بس و بس دیگه ای که واقعا رئیس جمهور مصروف است و نمیتونه به گفته آقای اکبرست در مورد انتخابات زود تصمیم بگیره همین گونه است؟ به هیچ وجه رئیس جمهور اولویت های مشخص داره و همین رقم که اداره کابینه هست، شوراها هست، بحث امنیت هست، بحث جنگ هست، بحث صلح است. انتخابات هم یک بخش کاری است که حکومت رو باید در وقت و زمانش انجام بده. جز اولویت های حکومت است که انتخابات به شکل درست شفافش انجام شود، در وقت و زمانش انجام شود و ایر ما اطمینان میدم که بزرگترین فرصت ممکن یک فرد انتخاب خواهد شد. ولی در مورد معرفی افراد چگونه؟ باید چند نفر معرفی میشد برای ریاست جمهوری آقای مرتضوی؟ خب ما در گذشته هم همین روال، یعنی چیزی را که فعلا صورت گرفته تکرار میشه. در گذشته هم در مورد کاندیدا یک بار یک نفر معرفی شد ولی حکومت خواستار شد که چند نفر معرفی شود و به این خاطر است که ما بتانیم از میان افرادی که توانمندی و ظرفیت داشته باشند، چون پروسه انتخابات یک پروسه مهم هست، ملی هست و کسی که در این سمت میره اما ظرفیت و توانمندی داشته باشند. نظر به خانون آقای مرتضوی باید سه تن معرفی شود، اون بیشتر از سه تن به چی معنی است؟ خب به این خاطر است که ما بتانیم از میان کاندیداهایی که هر کدامش هم برازندگی و توانایی داشته باشد، از میان کاندیداهای متعدد ما بتانیم یک فردی که شایستگی لازمه داره ما بتانیم انتخاب کنیم. خب در میان این 13 نفر تا فعلا یک فرد مناسب انتخاب نشده یا شناخته نشده که معرفی نشده؟ خب لیست آمده، بدون شک ضرورت به داره که در مورد یک فرد تصمیم بگیره. ما شما در جریان هستیم که در این روزها دکتر صاحب عبدالله در سفر بودن و رخصتی های ایدم بود و من مطمئن هستم که به زودی در این مورد یک فرد تصمیم گرفته میشه. سپاسگزاری میکنم آقای مرتضوی. آقای اخلاقی سلام به شما. آقای اخلاقی، ما میخواهیم که امین تحلیل و دید احزاب را در مورد رابطه کمیسیون با حکومت داشته باشم. شما امین دو بخش را چگونه تحلیل میکنین؟ چی تعریف از شرح میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم و سلام به اعضای حاضر در این میز. احزاب سیاسی تاکیدشان بر استقلالیت و تاکیدشان بر حمایت مستقلانه از کمیسیون مستقل انتخابات بوده. متاسفانه وضعیت به گونه‌ای دیده میشه که مداخله ریاست جمهوری در امور کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است. نمونه اولش معرفی آقای هاشمی بود. یادتان هست آقای هاشمی هم مطابق قانون معرفی نشد. از بیرون از مجموعه‌ای که کمیته مربوط انتخاب کرده بود آورده شد. دوباره کمیته مخالف در مخالفت با قانون انتخابات تشکیل شد. رئیس جمهور هر حسنی نیتی که داشته باشه حق نداره که قانون دور بزنه. به عینی شما میبینین سه نفر معرفی شده، رئیس جمهور مکلفه که از این سه نفر یک نفرش انتخاب بکنه. حق نداره که معترض باشه که سه نفر قوی یا ضعیف است. در موارد مختلف دیگه ای دیده شده که رئیس جمهور براش آدمای اومدن اینترویو گرفتند، چند بعد خودش راضی نبود، یک مجموعه دیگه هم راضی نبود از اینترویو رئیس جمهور. حالا هم قسمی که شما میبینین که مجموعه مشاورین بحث مطرح میشه. ما نگران مداخله روزمره ریاست جمهوری در امور کمیسیون مستقل انتخابات هستیم. همه رسانه‌ها شاهد بودن. آقای مرتضوی یک بحث همینجا مطرح کردن، گفت اعضای کمیسیون اظهار نظر بکنن و بعد در حضور آقای مرتضوی عضو کمیسیون اظهار نظر کرد که آقای رئیس جمهور در جلسه چون درخواست کرده بود که گپ ما را قبول ندارن استعفا بکنن. روحیه آقای رئیس جمهور میتوریست. متاسفانه در صورتی که یک کشور بیشتر از هر چیزی از قانون شکنی صدمه میبینه و نباید هیچ کسی در هر سطحی باشه به خودش اجازه بده که قانون زیر پا بکنه. معرفی سه تن به رئیس جمهور برای اینکه رئیس دارالانشا از میان نامشخص شود یک امر قانونی بود. وقتی که 13 تن میشه، 4 تن میشه، 5 تن میشه، 6 تن به هر دلیلی باشه، از یک طرف خود کمیسیون مرتکب زمین اساس شده برای موضوعات را که شما اشاره میکنید. خود کمیسیون به درجه اول مرتکب تخلف از قانون شده، برای اینکه آماده نباید میشد که افراد دیگری معرفی بکنه و از ریاست جمهوری هم با فشار خودش عملی تخلف. وقتی که مسائلی مثل انتخابات بر تخلف بنا شوه، همیشه بحثی عدم مشروعیت به جای خودش باقی میمونه. عدم مشروعیت انتخابات همیشه بحثی به جای خودش باقی میمونه. ولی وقتی که کمیسیون تاکیدش بر این باشه آقای اخلاقی که کار خود را مستقلانه انجام میده و پیشتر آقای اکبرست گفت که چیزی که مربوط کمیسیون میشه کمیسیون انجام میده، باور دارین به این حرف؟ حالا 13 نفر چرا معرفی شده؟ کمیسیون مستقلانه انجام میده. 3 نفر معرفی کرد، 13 نفر وقتی قانون منع کرده چرا؟ شما ماده 22 قانون نبرین مشخص ساخته که 3 نفر باید معرفی کنه. رئیس جمهور از میان 3 نفر رئیس دارالانشا مشخص کنه. چرا کمیسیون بیشتر از معرفی میکنه؟ در بخش های دیگه فعالیت کمیسیون چگونه بوده؟ مثل همین کمیسیون هنوز فرصت داره که ثابت کنه مستقلانه عمل میکنه. در یک بار حتی اقل در مورد
خواستار استعفا در مورد کاپی تذکره یک امید کلانی برای مردم کمیسیون بخشید. باید کمیسیون پای استقلالیتش بیسته. مردم ازش حمایت میکنن، احزاب سیاسی حمایت میکنن. اما اگر کمیسیون هر بار زیر بار تحکم ریاست جمهوری برود، در اون صورت باز ولی با توجه به عملکردهایی که کمیسیون از خود تا اینجای کار نشان داد، آقای اخلاقی، باور شما چیز در مورد کمیسیون؟ کمیسیون فرصت داره که خدا تا اینجا کمیسیون چگونه کار کرده؟ متاسفانه نمونه هایی که بخشتان ذکر کردم نشان میده که کمیسیون در امر استقلالیتش داره کم میاره. پس پیامد این کار چی میتونه باشه؟ قطعا شما میدونین که وقتی بحث انتخابات مطرح است و بحثی که یک پارلمانی مشروع و یک ریاست جمهوری مشروع از درون انتخابات بیاید بیرون، هر تخلفی، هر زیر بار رفتنی، هر نامستقل عمل کردنی نتیجهش یک پارلمانی نامشروع یا پارلمانی با مشروعیت پایین یا یک ریاست جمهوری نامشروع یا با مشروعیت بالا پایین است. این مسئله مشکل جدی برای افغانستان. واقعا مداخله میکنه در کار کمیسیون و موضع‌گیری شما را در مورد حرفای آقای اخلاقی پس از میان برنامه خواهیم داشت. ادامه این بحث هم پس از میان برنامه ببینید. خوشم خوش آمدید آقای مرتضوی. واقعا ریاست جمهوری قانون دور میزنه به گفتی آقای اخلاقی و در کار کمیسیون انتخابات مداخله میکنه؟ خب بسیار خوب است که ما وقتی از مداخله گپ میزنیم مصداقهای یا موارد مشخص از مداخله رو بگیم که رئیس جمهور در کدام موارد به کمیسیون دستور داده که فلان کار شما انجام بدین یا فلان کار انجام ندین. مکلفیت ها یا وظایف حکومت در امر انتخابات بسیار واضح و مشخص است. تامین منابع مالی کار حکومت است و تامین امنیت پروسه انتخابات. سایر موضوعات کلا برمیگرده به کمیسیون محترم انتخابات. هر برنامه ای را که کمیسیون انتخابات طرح میکنه، مثلا میگه 1000 حوزه است، 2000 است، 10000 است، حکومت موظفه که امنیتش بگیره. ما در بر اساس پلان تقویم انتخابات کمیسیون انتخابات خود عیار را تنظیم میکنیم و متصلات را که ضرورت است ما برایشان آماده میکنیم. اما ای که صرفا در حد ادعا مطرح میشه یا اتهام مطرح میشه، ما به نظرم که از احزاب سیاسی بسیار دور است که این موضوعات دامن بزنه و اگر واقعا کدام سند و مدرک داره بر علیه رئیس جمهور یا بر علیه هر کس دیگه، پاسخ شما چیه؟ این موضوع رو اشاره کنم. چرا 13 نفر معرفی شده برای رئیس جمهوری برای دارالانشا؟ خب مگر ماده کمیسیون انتخابات سوال نکرده؟ کمیسیون انتخابات سوال کنه لیست اونها داده ما بر اساس که نظر آقای اخبرست هم داشته باشیم. آقای اخبرست وقتی قانون 3 نفر مشخص بینه چرا شما که برمیگردید شما در مورد استقلالیت شما بیشتر مستقیما انتقاد داشتن و گفتن که بر کمیسیون هنوز فرصت باقی است تا خود را ثابت بسازه و به مردم بگه که مستقل عمل میکنه. واقعا کمیسیون مستقل نیست؟ یو شی چیر مهم دی هغه داده موج باید پردی باندې سترګې پوټې نه کو چې ولسمشر جلالت ما ولسمشر د ټول دولت نمائندګي کوي. کچيري کوم کمیشنر انتخاب د ولسمشر لخوا څخه کیږي د پدې معنی نه ده چې د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د مداخله کوي یا د حکومت رهبری مداخله کوي، بلکې انتخاب د ولسمشر یو نو صلاحیت او د واک ته چې انتخاب ان کمشنرونو خو یو پرست قانون وجود داره که چگونه اینا باید معرفي شون. بالکل اوس دا چې د دیرلس کسان یا شپانس کسان معرفي کیږي، د دې ش دلیل دا کېدای چې دلته نور هم باید تشخیصی ظرفیتونه نور هم تخصص ولی چرا کمیسیون فراتر از قانون پا میگذاره؟ آقای مرتضی هم این سوال مربوط بر شما متوجه میسوزه، جواب بدین چرا بیشتر از 3 نفر معرفی کردی؟ تاسو وینئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د دارالانشا ریاست ډیر مهم دی او دلته باید هڅه موږ وکړو چې د هیواد په سطح باندې هغه شایسته څیرې چې ډیرې مهمې دي او په دغه عرصه کې ښه رول لوبولی سي. از قانون کرده مهمتر کرسی دبیرخانه کمیسیون به داخل برست؟ قانون ډیر مهم دی، ځکه د قانون پر مبنا باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلې چارې مخته. خب بر اساس قانون 3 نفر باید معرفي میکردین، چرا 13 نفر معرفي کردین؟ دا تعداد په متواتر شکل باندې ریاست جمهوری ته پیشنهاد شوی دی. یو ور ماته ست ارز وکي مخکي چې درې کسان د قانون لمخي ولسمشر انتخاب ولسمشر ته پیشنهاد شوی دی او د دې ترڅنګ دیرلس کسان د دې په خاطر چې نور هم ظرفیت تشخیصی، کفایت تشخیصی، تخصص تشخیصی دیرلس کسان نور هم د دوی ترڅنګ ولی چرا کمیسیون نتونست که از بین همین قدر نفر ها 3 نفر سیر خودش انتخاب بکنه که گذاشت این کار را بر ریاست جمهوری؟ دا یو تقریبا یو سیاسی پوست دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې دا موضوع ډیر ملي کی
او په دې برخه کې د افغانستان مختلف ظرفیتونه را جذب کی د څلويش تو په شاوخوا کې ولی خو خبر است فکر نمیکنین کین ګام شما خودش به نحو زمینی مداخله را فراهم میسازه برای کسای دیگه نه تاسو ګوري د چې حق داره کسی از قانون خلاص خو اخلاقی برمیگردیم به شما چرا تاسو ګوري د څلويش تو کسانو څخه چې یو زل په لومړی مرحله کې درې کسان ریاست جمهوریت ته پیشنهاد یې بیا درلس کسان د دې څخه د معلوماتي چې د هیواد په سطح باندې یو غړچنګ سوی دی او هغه کسان چې واقعیان د ظرفیت د دې لري چې د درولنشا د رئیس په حیث باندې انتخاب سي په دغه دیار لسو یا شپانو سو کسان کې ولسمشر د یعنی خود شما زمين اساس بر این کار شتین که حکومت یک کس انتخاب بکنه شما نتونستین که سه نفر سایر انتخاب بکنین امین گپ ولسمشر او سپاسگزارم سبب اینکه اخلاقی نظر شما رو در مورد رفای آقای اکبراز داشته باشم چی میگید نه متواترش درست است نه سه بارش درست است رئیس جمهور مکلف از میان سه نفری که کمیسیون معرفی میکنه یکش انتخاب کنه ولی آقای مرتضوی گفت که کمیسیون باید پاسخ بده ریاست جمهور این کارو نخواست کمیسیون این کارو کمیسیون نپذیرفت بعدا اومدن 13 نفر معرفی کردن کمیسیون قبول خلافکاری از طرف کی شده دمیجه از طرف رئیس جمهور اینا سه نفرشون معرفی کرده بودن و یک مدت طولانی اینا منتظر ماندن شما میدونید که سه نفر واجد شرایط انتخاب نمیتونه انتخاب نشد به هر ترتیبی باشه وقتی از طرف کمیسیون پیشنهاد شده رئیس جمهور باید یک سلکت کنه مطابق قانون بگذارید نظر آقای مرتضوی آقای مرتضوی شما مجبور هستین که از سه نفر یکی رو باید حتما انتخاب بکنید قانون چنین میگه بله ببینید ما باز تاکید میکنم که برای ما اهمیت پست دارالانشا به این خاطر است که کل کار عملیاتی رو اونا انجام میدن و پروسه ملی هست در مورد قانون بیشتر توضیح بدین آقای مرتضی من به سوال اونا جواب میدم آقای مرتضی شما سن یا آقای فوق هیچ کسی فوق مرتضی پاسخ بدن آقای رحمانی به شما برمیگردم فرصت میدیم آقای مرتضی شما بگوین که پاسخ چیه دقیقاً ما این روال در تکرار شده یعنی در گذشته هم دقیقاً کمیسیون همین کار انجام داده در رابطه با آقای هاشمی چند نفر معرفی شده بعد از بین زنا یک نفر انتخاب شده ما باز تاکید میکنم شما این موضوع رو میتونین با حقوقدانان مطرح کنین میتونین از کمیسیون محترم انتخابات هم سوال کنین که دلیلش که اونا تن داده به مثلا به میخواست چی بوده منطقش چی بوده ولی ما برای ما مهمی است که ما کس را معرفی کنیم که ظرفیت و توانمندی برای آقای مرتضوی امور داشته باشه معاون سخنگوی کمیسیون پیشتر در این زمینه وضاحت داد شما فکر میکنین که کمیسیون کار خوب انجام داده ما در مورد کار کمیسیون قضاوت نمیکنیم یک نهاد مستقل مردم قضاوت کنه رسانه قضاوت کنه اعضا قضاوت کنه فراهم وقتی که شما میگین کمیسیون مستقل است از میان افراد را که معرفی کرد انتخاب نکردین گفتین افراد بیشتر معرفی کنین اینا هم رفتن 13 نفر معرفی کردن پس این استقلالیت کمیسیون دیگه به چی معناست نه استقلال کمیسیون در تمام برنامه‌های انتخاباتیش هست ولی مثلا قانون که زیر پاش آقای مرتضوی این بحث مستقل بودن باز به کجا میره شما ببینید اگر حکومت میگه که در کجا حوزه باش کجا نباش به کی تذکره بده به کی ندین کدام کاندید رد کنین کدام نکنین یار میگه که اخلال در پروسه انتخابات یا مداخله در امور انتخابات اما وقتی حکومت از کمیسیون میخواهد که ما از میان کاندیدای متعدد یک فرد را میخواهیم که انتخاب کنیم که اما واجد شرایط باشد این کمیسیون انتخابات قبول کرده ای لیست فرستاده و ما امیدوار هستیم که در زودترین فرصت ممکن یک نفر انتخاب شود اما حکومت نه اراده برای مداخله داره و خصوصا چیزی که اخلاقی سبب رئیس جمهور تاکید میکنه نه بچه رئیس جمهور کاندید است نه حزب داره که کاندیدیز بی داشته باشد و نه علاقه مندی برای کار تقلب یا مداخله در امور انتخابات داره سپاس. و او بسیار واضح و مشخص است که اشتهای چی جریان ها برای نفوذ در پروسه انتخابات است سپاسگزارم شما آقای اخلاقی عرفای آقای مرتضوی بر شما قناعت بخش بود پاسختون گرفته شما در هر کشوری وقتی میخواین که یک حکومتی خوب بسازین یک دولتی خوب بسازین و یک جامعه مبتنی عملکرد جامعه مبتنی بر دموکراسی باشه در مورد سیاست در اونجا قانون حرف اول میزنه حالا ما یک رئیس جمهور داریم تا هر جای دلش میشه قانون نمیشکنانه خب کمیسیون 13 نفر معرفی کرد رئیس جمهور فرضی بر این که نکرده این کار کمیسیون اول 3 نفر معرفی کرد رئیس جمهور ردش میکرد از نظر قانون میگم من 3 نفر اجازه دارم بگیرم 3 نفر رو معرفی کنم حال رئیس جمهور تخلف قانونی کرده در مورد آقای هاشمی هم معرفیش رئیس جمهور تخلف قانونی کرده بود یک رئیس جمهور داره پیوسته تخلف قانونی میکنه هر چی هم آقای مرتضوی دفاع بکنه بازم تخلف قانونی است مشکلی هستی این است آقای رئیس جمهور بچه‌اش نامزد نیست مربوط به حزب سیاسی هم نیست آقای رئیس جمهور میخواهد یک پارلمانی داشته باشه که درد سری براش نباشه در اونجا 50 جمع یک پارلمان رأیش برای آقای رئیس جمهور باشه و بعد قانون تذکره
الکترونیک و مسائل مثلی را مطابق میل خودش تصویب کنه. بر اساس چی شما این باور را پیدا کردید؟ نکته دوم، آقای رئیس جمهور ظاهرا نامزد برای دوره بعد، از عملکردش معلوم میشه برای دوره بعد نامزد است و برای دوره بعد داره آرایشی انتخاباتی شد نشان میده و برایش داره آمادگی میگیره. اینا قابل نگرانی است. قابل نگرانی نیست که کی بچش وکیل از مردم رای داد بچش می. اگر شما مستقل بودین، اگر کمیسیون مستقل مستقلانه عمل کرد و شفاف بود، خب بچه هر کسی امکان دید میشه مردم رایش داد، میاد نداد نمیاد، این چه قابل نگرانی نیست. که پاسختون از آقای مرتضی داشته باشیم. آقای مرتضی بفرمایید، بگوین در حرف آخر که باز بین باقی برای شما چی میگین برای آقای رحمت اخلاقی؟ نه، ما دلیلی که رئیس جمهور برای آینده کاندید باشد و بخواهد در امور انتخابات مداخله کنه، ما به نظرم که اساس نداره. شاید حزب شما هم کاندیدا داشته باشه برای ریاست جمهوری، ولی ملاک است که رئیس جمهور بیشترین زمینه رو برای احزاب داده که بیان از کار کمیسیون انتخابات نظارت کنین. بیشترین زمینه برای رسانه وجود داره که بیان نظارت کنه. از نهادهای ناظر بر انتخابات هست، نهادهای بین المللی است. این پروسه انتخابات یک پروسه نیست که پشت درهای بسته بخواد در اونجا مهندسی کنه کار رو انجام بده. سپاس. این در برابر افکار عامه است، در برابر دید رسانه هاست، در برابر دید احزاب است و ما امیدواریم که احزاب بیاین و نقش نظارتی خود به شکل درستش انجام بده. سپاسگزار هستم آقای مرتضوی. آقای اکبرست، بیاین که دیدگاه کمیسیون در مورد 6 تن از کسانی که قرار است در مورد انتخابات ریاست جمهوری به خاطر سازماندهی این انتخابات استخدام شده داشته باشیم، کمیسیون در مورد این افراد چی میگه و چی دیده در مورد این 6 تن دارین شما؟ در ډیره مهمه ده کله چې د ولسمشری ټاکنې رنردیدی او تر ډیره بریده پوری د ولسی جرګې د انتخاباتو د پروسې د تکمیلېدو سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسون باید آمادگی پوره بشپړ چمتووالی د دې لپاره ولري چې د ولسمشری انتخابات هم په ډیر ښه طریقه ترسره کړي. نو د دې په خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشر ریاست جمهوری محترم مقام ته د شپږو نفرو متخصصینو پیشنهاد کړی دی چې ترڅو وکولای شي چې د روان ریاست جمهوری د انتخاباتو د پار دوی اډارخیز کار وکړي د ټاکنو په خپلواک. خب این 6 تن چگونه انتخاب خواهد شدند و جایگاهشان در کمیسیون چگونه خواهد بود؟ دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د یو کمیشنر تر اداری لاندې به کار کوي او خپل گزارشونه به د دارالانشا محترم ریاست ته ورکوي. او دا په دې معنی دی چې دغه شپږ تنه وکولای سي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری او پرسونل په ملتیا باندې چې د ولسمشری ټاکنو ته ښه زمینه سازي وسي او ټول هغه ستونزې چې په مخکنۍ ټاکنو کې وجود درلودل هغه وڅېړل سي او در روانو ټاکنو لپاره هر اړخیز آمادګي ونیول سي. باور دارین که این 6 نفر میتونن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در موردش کار بکنن و هم برنامه ریزی برش بکنن؟ یوازې تکیه هم پر دغو شپږو تنو باندې نه ده، بلکې دلته یو پراخ بشری منابع وجود لري او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډیرو په ځینو مهمو برخو کې خاص استخدام او مقرری ته ضرورت لري او بیا خصوصا ظرفیتونو ته ضرورت. ولی فکر نمیکنین که این 6 تن یک نهاد موازی دیگه در پالی کمیشنرا خواهد شدن در کمیسیون انتخابات؟ نه، موږ مخکې واضح کړ په خپلو خبرو کې چې د یو کمیشنر تر نظارت لاندې به دوی خپل کارونه سرته رسوي او مستقیم به د دارالانشا په ریاست پسې مربوط وي او د یو عادي کارمند په حیث باندې لکه نور کارمندان چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي دوی به په خپل برخه کې د لایحې وظایف مطابق خپله دنده سرته رسوي. سپاسګزار هستم بیندو عزیز. این بحث هم پس از میان برنامه ببینید. باز هم خوش آمدید آقای اخلاقی. میخوایم دیدگاه شما رو در مورد 6 تنی که استخدام میشن به خاطر مشاوریت و یا هم سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری داشته باشم، این اقدام را شما احساب چگونه اقدام میبینید؟ شما میدونید که ما از 6 ماه به این طرف تمام مجموعه احزاب سیاسی تلاشی برای داشتیم که برای ما یک نظارت فرصت یک نظارت تاثیرگذار فراهم شود، نه این نظارت تشریفاتی که نامش نظارت است. ما احزاب سیاسی اصلا مطلع نیستیم و ما نگرانیم از تمام کارهایی که در کمیسیون مستقل انتخابات میشه و احزاب سیاسی مطلع نیستند.
شما میدونین اگر در کمیسیونی مستقل انتخابات مشاور استخدام میشه چی ضرورتی به منظوری ریاست جمهوری داره؟ خب ای که رئیس دارالانشا نیست که باید برای ریاست جمهوری منظور شود یا تایید شود. ما نگران نیستیم که امر رقمی که شما گفتین یک کمیسیون موازی با این کمیسیون شکل خواهد گرفت به این ترتیب، به ویژه زمانی که بعد این مشاورین بیاین مورد حمایت ارگ باشند و یک بخش از قصد در صورت یک رقم دیگه می شود. برای بحثی مشکلی اصلی تا مشکلی تخصصی اعضای کمیسیون باشه، مشکلی اصلی است که ما با مسائل تکنیکی پروسه فرصت لازم دادن نمیشه تا تطبیق شود. شما بحثی بایومتریک یک بحثی جدی بود که باید شفافیت تامین میکرد و همیالی متاسفانه این ثبت نام وضع چنانی کرده که از انتخابات گذشته ما نگران تریم که تقلب در انتخابات بیشتر خواهد بود. شما مثلا وقتی که به این مسائل تکنیکی توجه نمیکنن با تقویم انتخابات مجلس تا که تهیه کرده کمیسیون، واقعا کمیسیون نیاز به این 6 نفر دیگه داشته که بیا در مورد انتخابات ریاست جمهوری هم کاری بکنه؟ ما فکر نمیکنم. اضافه کردن 6 نفر دیگه در به عنوان مشاور و به هر عنوانی در کنار کمیشنرا معناش است که داره یک کمیسیونی موازی به یک ترتیبی شکل میگیره و این قابل نگرانی است. هرچند توضیح لازمی در زمینه به احزاب سیاسی تا حالا ارائه نشده که این مسئله چی است. آقای اکبر است، جواب شما چی است؟ چرا وقتی که کمیسیون اگر به کارمند ضرورت داره ریاست جمهوری منظورش بکنه و همچنان در مورد موضوعات دیگه که آقای اخلاقی گفت شما چی میگید؟ تاسی شاید دیست د خپل رسنی د لاری چې د ټاکون خپلواک کمیسون د خپل تقسیم اوقات او محل ویش لمخي د سیاسي نهادونو احزاب او مدني ټولونو سره متواتر ناستي وکړلې. شبه دا وای چې جناب اخلاقی صاحب په هغه وخت کې د ټاکون خپلواک کمیسون ته یو بشپړ او ش طرح او ستراتیژي د ټاکنو خپلواک کمیسون تور کړی وای چې هغه د افغانستان د سیاسي جغرافي سره او د دغه وسنی حالات سره برابر وای چې د ټاکنو خپلواک کمیسون هم پر هغه طرح باندې حتمان اجرا کوي. شما میگین که حساب با شما همکاري نکده؟ نه، زما هدف ټول احزاب نه دي. البته زما هدف دا دی چې هغه وخت چې ضرورت د دیو چې سیاسي احزاب او ګوندونو خپل طرحي او ستراتیژي ورسره شریک کړي وای د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ډیر بشوي. دوه مسله دا ده چې تاسو ګوري چې وی خبرې ته زه بیا هم اشاره کوم چې دلته د دغه شپږو مشاورینو پر اتک باندې یو موازی دار نه ایجادیش، بلکې دلته په تشکیل کې د اضافه والی رامنځته کیږي او دا ریاست جمهوری په ایزیات کې د بستونو په تشکیل کې دلته د رئیس جمهور تایید او د رئیس جمهور حکم مهم دی چې باید موږ ولر. خب بر اساس چی مهم است آقای اکبر؟ چرا بر شما مهم است که باید ریاست جمهوری منظور بکنه؟ تاسو وګورئ تشکیل چی اضافه کیږي، د تشکیل اضافه والی دا پر ریاست جمهوری په سیرتبات نسی. او بل خبره دا چې افراد را که شما انتخاب کردین چگونه افراد است؟ معیار انتخاب اینا چی بوده؟ تاسو وګورئ یو بل خبری سره چې هم زه تماس نیسم، هغه دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د راروان ولسمشرۍ د ټاکنو دپاره، د ولسي جرګې د ټاکنو دپاره موږ نور مقرریو ته هم ضرورت لرو. تاسو پوهیږئ دا یو ډیره ملي پراخه مهمه پروسه ده. خب یکی مقرری است که در قانون بر شما ذکر شده که چقدر صلاحیت دارین چی بکنین. بحث دیگه اضافه ساختن تشکیل است. یعنی شما میگین که در آینده هم نیاز دارین که در هر کسره که استخدام میکنین باید ریاست جمهوری بر شما حکم بده؟ پرکی استخدام شرایط پرکی او هغه وزن د استخدام تفاوت لري چی؟ یعنی کوم وزن امین شش نفر از امون توانایی کمیسیون بالا بود استخدامشان و باید ریاست جمهوری منظور میکردن این گونه؟ هدف داده چی د ولسمشری د ټاکنو د پار د دې په خاطر چې ډیره ښه آمادګي ونیول سي او د تخصص او د ظرفیت په لحاظ آمادګي ونیول سي، تخنیکي آمادګي ونیول سي، نو ښه دا و چې د دغه کسانو ظرفیت او شایستګي د ولسمشر او د ریاست جمهوري تر نظر تیر سوی. سپاسگزارم. سمو آقای مرتضوی، ریاست جمهوری افغانستان در مورد کسانی که به عنوان مشاورین یا القاب دیگه که برشان داده میشه در مورد انتخابات ریاست جمهوری اینا استخدام میشه، یک دید مثبت داره؟ واقعا این انتخاب را و هم گزینش این افراد را شما یک امر خوب از طرف کمیسیون میدانید؟ خب ما باز تاکید میکنم که کمیسیون در تصمیم گیری خود مستقله، ولی همین موضوعی که شما باید سوال مطرح کردین
از کجا نشد گرفت؟ از یک رئیس جمهور گفتن که به هر قیمت شده انتخابات ریاست جمهوری در وقت و زمانش قبل از جوزای سال آینده باید برگزار شود. یعنی این ظرفیت در خود کمیشنرها وجود نداشت که نیاز به افراد تازه دیده میشود؟ خب به خاطر که شما ببینید دقیقا در ماه میزان ما انتخابات داریم و تا آرا شمارش میشه، تا وکلا نهایی میشه، ما تقریبا تا ماه جد را تا زمان پارلمان بعدی معرفی میشه، کمیسیون انتخابات مصروف، یعنی تمام تمرکزش سر انتخابات پارلمان هست. ولی ما از طرف دیگه چی کار کردن میتونه آقای مرتضوی؟ خب شش نفر میتونن بدون شک که با کمیسیون انتخابات هم کاری کنن، البته این باید کمیسیون انتخابات جواب بده. ولی وقتی که کمیسیون به گفته شما که پیشتر گفته مصروف انتخابات مجلس است و تا افراد تازه را به مجلس معرفی بکنه و خیلی بند است، کار داره و مصروف است، پس این شش نفر خوب فکر کنین چند طرح هم ساخت که عملیش بکنن. نه شما ببینید این بحث موازی سازی است، نه صلاحیت های کمیسیون انتخابات هم میگیره. چیزی که برای ما مهمه اینه کمیسیون انتخابات باید جواب، چیزی که برای ما مهم است این است که رئیس جمهور میخواهد که حتی یک روز بیشتر از زمان مقررش در وظیفه نباشد و انتخابات در وقت و زمانش که قبل از جوزای سال آینده است برگزار شود. در حد یک پیشنهادی مطرح شد که اگر ضرورت به نیروی انسانی بیشتر هست که با کمیسیون همکاری کنه، خود کمیسیون را انتخاب میکنه، خود کمیسیون است که برنامه با اونا تنظیم میکنه که متزلی. از اونا چطور استفاده میکنه؟ این شش نفر از اون حکومت استفاده نمیکنه. این شش نفر برنامه پیشنهادشون تنها مربوط ریاست جمهوری است یا ریاست اجرایی هم سهم داره؟ این بحث نه ریاست اجرایی است نه ریاست جمهوری است، این مربوط به کمیسیون انتخابات است زیر نظر یکی از کمیشنرهای کمیسیون انتخابات کار میکنه. ما امیدواریم که در این موضوعات کمیسیون انتخابات باید اطلاع رسانیش به احزاب و رسانه ها دقیق و سریع باش که نه شایعه شکل بگیره، نه سوء تفاهم شکل بگیره و نه خدای نکرده غلط فهمی شکل بگیره. یعنی شما در مورد اطلاع رسانی و معلومات کمیسیون انتخابات هم شکایت دارین؟ ما شکایت نداریم، ولی چون یک پروسه مهم است، مردم افغانستان حق داره که هر روز، هر ساعت، هر لحظه بدانه که کمیسیون انتخابات در بخش ثبت نام کجا رسیده، در پروسه کاندیدا کجا رسیده و مشکلات دیگه که در برابر انتخابات است. آقای اخلاقی، دیدگاه شما رو داشته باشم، فکر میکنین که کمیسیون با دلایلی که راه میکنه و موارد را که از عمل کرد خود میرسانه میتونه که انتخابات برگزار بکنه؟ انتخابات استخدام مشاورین و یا بخش دیگه که میشه که مستقیما مربوط دارلنج های کمیسیون میشوه، این نیازی به چنین پرداختن به دستوی بالا به قضیه نیست. وقتی که این مسئله دیدگاهش به یک ترتیبی از ارگ منشأ میگیره و این مسئله دوباره پیشنهاد میشه برای ارگ منظور شوه، این جدا مایه نگرانی است. مایه نگرانی به این است که ممکنه یک کمیسیون موازی با کمیسیون موجود شکل بگیره، به ویژه زمانی که در موقعش دیدیم او تهدید کرد که شما استعفا بکنید، شما چهار نفر استعفا بکنید. این مسئله یک مسئله است که یک بار دیگه کمیسیون در یک چالش دیگه قرار داده، احزاب سیاسی رو در یک نقطه دیگه قرار داده که باید در مورد صحبت شونه بکنن، گپ شونه بزنن. خو اکبرس بسیار کوتاه بگویم در مورد غزنی چی میکنین؟ همین کمیشنر شما گفته که کار که مربوط ما شده ما انجام دادیم، ولی باید تصمیم ریاست جمهوری بگیره. غزنی چی میشه انتخاباتش مثلا داشتش؟ لکه تاسو چی پوی است په غزنی کې واقعا هم چیلنجونه وجود لري د ټاکنو په برخه کې. البته د ولسونو ترمنځ موږ هڅه دا کړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې دغه پروسه ټولو ولسونو ته د قناعت وړ وي او په ملي بڼه باندې دا تطبیق سي، نو د دې په خاطر نن هم په دې موضوع باندې ناسته سوې ده او د دې دپاره یو خاصه کمیټه. ولی کمیشنر شما گفته بود که خواستای معترضین در غزنی از صلاحیت شما بالاست و باید حکومت تصمیم بگیره، شما چی میکنید؟ په دې برخه کې کمیټه ایجاد سوې ایجادیږي چې په هغه کمیټه کې به د مختلفو ارګانونو کسان وي او د نږدې څخه به دا مسله څاري او انشاءالله ژر تر ژره به په دې برخه کې یعنی اقدام کیږي. میتونین که مشکل ولایت غزنی را خود کمیسیون حل بسازه؟ موږ په تیر بحث کې پر دې موضوع بحث وکړ چې د حکومت همکاری ته ضرورت سته. آقای مرتضوی در مورد غزنی تصمیم ریاست جمهوری چیست؟ غزنی چی میشه بالاخره؟ ببینید غزنی یکی از مجموعه 34 ولایت افغانستان است. همین رقم که کابل، هرات، مزار، ننگرهار، قندار به حیث شهروندا حق دارد پروسه انتخابات سهم باشد، شهروندان غزنی هم حق مسلمشان است که مردم در غزنی بند است و هیچ کس حتی ثبت نام هم نکردن، نامزد هم نیست و اونا میخوان که اوزه انتخاباتی در غزنی خرد شود. بله. شما چی میکنید؟ ما مطابق فیصله کمیسیون انتخابات هستیم. کمیسیون انتخابات در مورد ولایات، در مورد مراکز بله کمیسیون میگه که بحث خرد ساختن اوزه ولایت غزنی، اوزه انتخاباتی غزنی صلاحیتش نیست و باید ریاست جمهوری تصمیم بگیره. مهم است که کمیسیون انتخابات به چه فیصله میرسه.
به هر فیصله ای که کمیسیون انتخابات برسه، حکومت مکلفه که امو زمینه انتخابات برگزار کنه. اگه میگه 10 حوزه است، 20 حوزه است، 1 حوزه است، کل ولایت 1 حوزه است، ولایت چند حوزه است، هر فیصله کمیسیون انتخابات میکنه، حکومت موظف است که زمینه امنیتش فراهم کنه، تسهیلات دیگه ای که ضرورت حکومت باید فراهم کنه و این بار به گردن حکومت نباید بندازن. خیلی کوتاه بگوین که برای مردم افغانستان چقدر اطمینان میتین که انتخابات خوب برگزار میشه؟ بسیار کوتاه. ببینید، پیشبینی ها حتی از طرف همکار بین المللی مایی بود که در این انتخابات 4 میلیون شهروند بیان خود ثبت کنن، اما خوشبختانه که به مرز 7.5 میلیون رسیده و بیشتر میشه. این خودش نشان میده که در یک فضایی که هم جنگ است و هم ترس است، مردم ما علاقمندی به ارزش های دموکراسی داره، انتخابات برایشون مهم است. یعنی حکومت مصمم به برگزاری انتخابات شفاف است. حکومت و همه شهروندان، این مسئولیت جمعی همه ما و شما، اعضاب، رسانه، همه شهروندان مکلف است که یک پروسه را به شکل خوبش هم نظارت کنه، هم همکاری کنه. آقای اخلاقی، دید شما را میخوایم داشته باشیم، پیشنهاد شما چی است برای بهبود انتخابات؟ متاسفانه مشکلات زیادی داره پیش روش انتخابات. کمیسیون هنوز قدرت تشخیصی تذکره تقلبی را از اصلی نداره. مداخلات رئیس جمهور با گذشت هر روز بیشتر میشود. در انتخابات ریاست جمهوری پیشی رو معلوم نیست، وقتی که حکومت وحدت ملی است و به اساس انتخابات تشکیل نشده، به اساس قانون انتخابات تشکیل نشده، آیا هر دو مقام حکومت وحدت ملی میتونن تا آخر در پوزیشن باقی بمونن یا نه؟ یک بحث جدی در انتخابات ریاست جمهوری پیشی رو. و به همین ترتیب تذکیره تقلبی فوق العاده تعدادش زیاد است و این میتونه به شدت انتخابات هم تاثیر بذاره. خیلی کوتاه، برگزاری اگه انتخابات شفاف باور دارین یا نه؟ با این مکانیزم سخت است که باور کنید. سپاس گزارم. واقعا پرست شما به مردم چی میتونید؟ میتونید بسیار کوتاه بگید. در تکون خپل واک میسون جمن دی د خپل مسولیت او رسالت پر اساس باندې چې د افغانستان ټول خلکو ته په ښه طریقه باندې د تکون تر سره کړي. سپاس. واقعا پرست، واقعا اخلاقی، واقعا مرتضوی، از حضور شما در این بحث و پایان انتخابات شب بخیر، خدا نگهدار.